با نام و یاد خدا، سلام و وقت بخیر خدمت علاقه‌مندان به فوتبال، بینندگان محترم سایت و اپلیکیشن آنتن. با رقابت‌های بین‌قاره‌ای فوتبال ساحلی در خدمت شما هستیم. دیدار نیمه نهایی بازی دوم این مرحله بین ایران و امارات میزبان. محمد بحری به جریان مندازه زبیه آزادی که میزنه مستقیم و توپش به بیرون میره. مستقیم محمد بحری به سمت دروازه ما، توپ گرفت حمید، پرتاب سریع، ضربه سر و گل اول بازی برای ایران به ثبت میرسه. مهدی شیر محمدی حساب کار رو 1-0 میکنه برای ایرانی ها و شادی رو هدیه میده به هواداران حاضر در این ورزشگاه. این یه بار دیگه ضربه‌ای که زد با پرتاب حمید بهزادپور پیرامون حضور داشت. حال توپای خوب از بچه ما موحد، ضربش رو میزانه موحد از بالای دروازه به بیرون میره. سال 2019 با توجه به مصونیتی که داشت تونست عنوان آقای گلی رو با 6 گل زده کسب کنه توی این مسابقه. یه پاس به دهانه دروازه ایران، دروازه باز میشه. دیگه ببینیم با هم این پاسی که انداختن اشتباه ما خط دفاعیمون منجر شد تا یه گل ساده رو به این ترتیب به ثمر برسونن اماراتی ها و دروازه ما توی این مسابقه باز بشه. ما به عنوان صدرنشین از گروه خودمون بالا اومدیم، تو سه بازیمون سه برد به دست آوردیم، با 8 امتیاز تونستیم به دور بعدی صعود کنیم. اسپانیا رو شکست بدن، 5-0 در بازی دوم عربستان رو بردن و در بازی آخر هم 3-1 مغلوب برزیل شدن. ایران 1 امارات 1. بازم از راه دور از میر جلیلی محمد بحری تراشش راه دور میزنه و توپی که از بالای دروازه ایران به بیرون میره. بهزادپور از راه دور توپی که به بیرون میره. بازی آنچنان خوبی رو از خودشون ارائه ندادن. موقعیت برای ایران و این ضربه بهزادپور، دوباره برای خود امیر حسین اکبری و او از روح دور یه ضربه یه قشنگ توپ رو نگه داشت، اشتباه کرد مسیگر و این ضربه از دولاه عباس که خدا رو شکر خطر جدی رو روی دروازه ایران ایجاد نمی کنه. بازی مقابل ژاپن این بازی رو از دست داده. لحظه توپ داشت به طور اتفاقی میرفت درون دروازه، در ترتیب درون دروازه ما قرار نگیره. بهزادپور ضربش رو میزنه، اشتباه کرده بهزادپور، وای من، دروازه ایران باز میشه. زمان رو باز کرد عباس علی، بدین ترتیب هم باز کرد. بازی از سر گرفته میشه، احمدزاده میبره به سمت راست، موحد ضربش رو میزنه که به بیرون رفته. بازیکن بچه ما عجله‌ای ندارن برای حمله کردن که همین خوبه. پیرامون روی پای را ضربش رو میزنه، گرفت محمد بحری. جلیلی زمین برگرده و چه گلی میزنه امیر حسین اکبری، یه گل بی‌نظیر و استثنایی از این بازیکن که گفتم میتونه کمکمون کنه و کرد این کارو. ببینیم با هم عیار خودش رو نشون میده با این گل امیر حسین اکبری. با تجربه و با صلابت بازی میکنه اکبری و اینطوری هم دروازه امارات رو باز میکنه. معصومی زاده حرکت میکنه، ضربش رو میزنه، توپی که گل نمیشه توی این صحنه در عین ناباوری. وقت تعیین کننده هم میتونه باشه بعدی چه نمایش رو به جا میذارن. سرخوشل رو برگردونه موحد، داریم که خطایی رو دروازه ما ایجاد نکنه. ضربه عبدالله عباس ضربش رو میزنه، خوبم نمیزنه و توپش به بیرون میره. پاس رو به جلو، چرخش خوب، میر شکاری نتونه ضربش رو بزنه، همید توپو در اختیار میگیره. چه چیکار کرد میر جلیلی؟ میر جلیلی پاس به سمت راست اکبری و گل سوم برای ایران. گل سوم و باز هم اکبریه که دروازه امارات رو باز میکنه و دبل میکنه توی این مسابقه.
ببینیم ما هم صحنه هسته جایگیری مناسبش و ضربه تموم کنندش برای بار سوم دروازه امارات رو توی مسابقه باز میکنه ایران. ایران 3 امارات 2. حالا میتونیم خودمون رو دوباره در فینال این رقابت ها حاضر ببینیم. تونستونم ضربه رو به توپ بزنه و در نهایت بازیکن امارات توپ در اختیار میگیرن. ارسال رو به جلو، ضربه حسن رشید. حالا توپ به سمت راست، پس رو به جلو کنترل صورت گرفته، ارسال خوب به روی دروازه و اینم چهارمیش. چهارمی گلمون رو هدیه میدیم به اماراتی ها. ارسال معصومی زاده و ضربه تموم کننده مسیه. ضربه قشنگ هم دروازه اماراتی ها رو باز میکنیم توی این صحنه تا حساب کار 4-2 بشه به سود ایران. کماکان توپو در اختیار داره، رو به عقب برای موحد، توپ در اختیار بچه ما کماکان قرار داره، میره واسه زدن ضربه. ضربه ای که اونجا با واکنش محمد بحری همراه میشه. اینم گل بعدی برای ایران. پس راحت میکشه علی نادری. ببینیم ما هم گلو ضربه تماشایی میرشکاری که پنجمین گل رو هم درون دروازه امارات قرار میده تا میزبان مقابل چشمان هواداران خودش اینجوری جلوی ایران تحقیر بشه. از راه دور میزنه اونجا تو از باله دروازه ما به بیرون رفت و زارن به سود امارات. ضربه از راه دور خیلی خوب با خودش رو به جلو حمل میکنه برای مسیگر. این ضربه از مسیگر که دوباره رسید به اومد. مسیگر ضربه رو میزنه و بازی تموم میشه. بازی تموم شد. ایران 5 امارات 2. برتری تیم ایران در این مسابقه و ما برای ششمین بار راهی فینال این رقابت ها میشیم و فردا باید بازی فینال رو مقابل برزیل برگزار کنیم در یک بازی که خیلی میتونه واسه ما از اهمیت بالایی برخوردار باشه، چرا که هر دو تا تیم میان تا بتونن خودشون رو به روسیه برسونن و از حیث قهرمانی خودشون رو با این تیم برابر کنن. امیدوارم به هر حال از تماشای این دیدار لذت کافی رو برده باشید و از حضور ایران در بازی فینال خوشحال شده باشید. تا دیداری دیگر شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.